آرزون به حضور شما که حتما میدونید که وقتی میگیم خراسان، منظور ما خراسان بزرگ یا در واقع خیلی بزرگه، چون میزان ها یا اسکیل ها به قول خارجی ها فرق داره. مثلا ما که میگیم متوسط، متوسط یعنی هم بزرگ. مثلا ما خراسانی اگه بگیم یه چیزی بزرگ یعنی خیلی بزرگ. بله این خراسان هم به تو گفتم اولا که از اوکیناوا تا آلاسکا در بر میگیره، منتها اگر هستش بخیم حساب بکنیم همین تاجیکستان و شمال افغانستان و اینا هم از مراکز مهم خراسانه. حالا کار نداریم که الان مرزبندی های اخیر و جدید رفته، به هر حال کشورها از هم جدا رفتن، ولی ما به تو بگم در مورد خراسان بزرگ هم بسیار حساسه و یکی از جاهایی که ما بسیار روش حساسیم و بسیار هم حرص می‌خوریم همین تاجیکستانه، که این خواهرها و برادرای تاجیک ما گیر یک بابای افتادن به نام امام علی رحمان از افسرای سابق کاگبه که زمان شوروی یک جوری پوسته مردم از کلاش کندن، بعد که فروپاشی رفت و جنگ داخلی رفت باز یک جوری دیگه کندن، بعد بعدن که صلح کردن اصلا آمدن تو همین مشهد، خودم هم یاد ما آمدن تو همین مشهد در دوره آقای هاشمی بود، خلاصه اینا آشتی شد دادن دیگه، یک حزب اسلامی داشتن و همین آقای امام علی، اما خیلی همون زمان به چه مشمرده اونجوری سرش مینداخت پایین و عده آدمای خیلی مظلوم رو در می آورد، منتها خب مثل سایرین خرش که از پل گذشت دیگه یادش رفت، بعد هر روز بدتر و بدتر تا بالاخره کشور رو کلا با خانواده زدن به بدن. یعنی الان وزارت رو نگاه کنن یا مال دخترشونه یا مال پسرشونه یا مال دامادشونه، صدارت رو نگاه کنین، وکالت رو نگاه کن، رؤسای فدراسیون ها رو هم نمیگذره، یعنی اونا هم حتما باید جزو خانوادهش بشن، هرچی هم که پول مملکت تو حساب آقا و کشوری که 30 سال پیش مثلا برق داشت و بهداشتش خوب بود و چه بدنم خانه موسیقی داشت و هر دکورهش، الان به جای رسیده که بعد از جدا شدن از شوروی و فلان که هنوز برق نمیتونه در شهر دوشنبه به صورت پایدار برقرار بکنه. حالا الان ایشون، یعنی همین ایشونی که یک سور میزنه به همین آقای علم الهدای خود ما، ایشون نمیدونم فیلم ساخته، سریال افشاگری که همه قتل هایی که در کشور ما بوده، همه بدبختی هایی که بوده از اول، یعنی منظورش همین دهه 90 میلادی و ایناست، اینا همه تقصیر ایران بوده. یعنی فکر کنم کسایی مثل همین آقای استاد محی الدین و اینا هم که ایران دوست بودن اینا کشتن شارم آخرش بزن گردن ایران. حالا کاری ندارم، الان وضعیت مردم ایران هم با حکومت یک جوریه که اگه یک نفر بگه آقا مثلا ما 2 تا کره ماه داشتیم یکیش ایران منفجر کرد، اینا فوری میرن اونجا میگن نه 3 تا بوده 2 تاش ایران منفجر کرده. فکر کنم مثلا خیلی دارن از آزادی بیان و حقوقش دفاع میکنن، بچه هم نمیدونن که به قول او جوکه اگه کسی هم بیه کمک میه کمک او، نمیه کمک ما. حالا این جوکه یک مقداری مناسب خانوادگی نیست، ما نقل نمیکنم، بعدا برن بپرسنش. بعد حالا ما میخواستم در اینجا کل قصه رو به تا بگم که یک وقت دوستان بالاخره زیاد جوگیر نرن، اصل ماجرا رو بدنن و ما هم به وظیفه کانال خراسانیان من اول کرده باشه. ببین دوستان، اصل قصه تا اونجایی که ما خبردار رفتیم و خبرهای ما موثقه ها، موثقه، داستان اصلا 2 میلیارد دلاره که خب البته یک کشوری مثل تاجیکستان که مثل که درآمد ناخالص ملیش در سال به 1 میلیارد دلار نمیرسه، خب طبیعتا برش خیلی خیلی مهمه، یعنی برای همه جا مهمه، ولی خب فکر کنم که دیگه آقای امام علی رحمان برای این پول آدم هم بکشه و این پول از اون پولایی که آقای بابک زه که همه تا بدن، یعنی بابک زنجانی در زمان او آقایی که نظرش نزدیکتر بود و اینا به بهانه دور زدن تحریم و اینا کشیدن بالا و گذاشتن در بانک‌های تاجیکستان. یعنی واقعا کشور از این پیشرفته‌تر و بزرگتر و در مثلا لول اقتصاد جهانی تر هم نداشتیم. گفتم ما در رابطه با مردم محترمش صحبت نمی‌کنم، راجع به حکومت فاسدش صحبت می‌کنیم. بله گذاشتن اونجا و الان هم که آقای بابک زره گرفتن این پول مونده اونجا و خود همین سودش یک عالمه‌ایه. حالا الان برای که این پول رو یک و خدای نکرده مثلا دولت نتونه بگیره و اینا، آقا یک دفعه یادش آمده که مستند بسازه که نمیدونم دولت ایران یا حکومت ایران 20 ساله داره با ما مبارزه میکنه و قتل‌های زنجیره‌ای در اینجا انجام داده. داداش اصلا احتیاجی به قتل زنجیری در اونجا نداره، شما خودت اونجا به اندازه 7 پشت دولت جمهوری اسلامی هم داری قتل انجام میدی، مثلا استاد عاصمی و اینا. خلاصه دیگه به هر حال در جریان باش که اینا یه چیزی نیست که شما فکر کنید خودت میدونی، ما میدونیم، اطلاع رسانی میکنیم. حالا نمیدونم حکومت ما چرا جوری شده که اصلا ساکت و حالا دیگه اونا
در واقع میشه گفت خب خیلی هم پرونده درخشانی در احقاق حقوق مردم ندارن، ولی شما بدان که ما از حقوق میکشیم بیرون، ما خراسانیان نمیذاریم شما اونجا مردم تاجیکستان رو یک جور، مردم شمال افغانستان رو یک جور دیگه و مردم ایران رو یک جور بچاپی. این 2 میلیارد دلار رو به زبون خوش میاری مدی، بعد اگه خواستی برو 2000 تا مستند درست کن. او خود آقای بابک زیه هم که حالا دیگه نمیدونم میشه دیگه زیر اعدام ما دیگه نفرینش بکنیم، بهش دعای استخلاص بخونیم چیکار کنیم، ایشون هم مؤدبانش میشه خیلی بیجا کرده که همچی کاری کرده، البته خیلی مؤدبانه رفت. به هر حال همون چیزایی که میدونن دیگه و اینجوریه دیگه. خلاصه ما خود ما کم درم از دست آقایون و به خصوص از دست پاپا نوئل رضوی و نمیدونم کنسرت و سخنرانی و پول و مؤسسه قرض پس نده و اینا، که بعد بشینیم سر آقای امام علی رحمان هم هرس بخوریم. و دوستانی هم که خیلی اینجور وقتا احساساتی میرن و فوری میرن میگن آقا بله فلان شده و اینا، یک مقداری فکر بکنن که داداش او دیگه که موجوشه الزامن بر ایمان موجوشه و دیگه این 2 میلیارد دلار هم به بچه هم اسپروم هم اینجا منطقه سرخس اونا منتظرن آقای امام علی رحمان بیار پس بده تا قبل از اینکه بچه های تلگرد و بقول خین عرب و اینا رو بفرستیم سراغه.